پس از گذشت 8 روز از اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف استانهای ترکیه و با وجود شرایط ویژه شهرهای آنکارا و استانبول و ادامه درگیری‌ها، اردوغان سفر خود به مراکش را لغو نکرد. اردوغان در گفتگو با خبرنگاران در مراکش ضمن انتقاد از اعتراض کنندگان و رهبران احزاب مختلف که معترضان را تشویق به حضور در خیابان‌ها می‌کنند، در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور عبدالله گل که گفته بود پیام مردم را دریافت کرده است، گفت: سایین جمهور باشکنمز مساج آلنمیشتر درکن من منظور رئیس جمهور را درک نمی‌کنم و اعتراضات را قبول ندارم. به زودی و پس از بازگشتم از سفر شرایط عادی خواهد شد. در مقابل رهبر دومین حزب بزرگ ترکیه در دیدارش با رئیس جمهور از رفتار خودخواهانه نخست وزیر انتقاد کرده و گفت: باشبکانون چیکه پالتن عذر دیلمسی گرکیو. اردوغان باید به خاطر حرفای دیکتاتور معاونه ای که زده از مردم رسما عذرخواهی کند. از طرفی معاون نخست وزیر هم که با درخواست عبدالله گل دیداری با وی کرد، پس از گفتگوی 1 ساعته در محل ریاست جمهوری ضمن نکوهش اقدامات گروهایی که اماکن عمومی را تخریب می‌کنند، گفت: اشر شدت gösterisi yanlıştır, haksızdır. O yurttaşlarımdan özür diliyorum. از کسانی که در روز اول به سبب خشونت بیش از حد پلیس مصدوم شدند عذرخواهی می‌کنم، اما حرکت‌های بعدی معترضان در روزهای اخیر را قبول ندارم و در خور عذرخواهی نمی‌دارم. اعتراضات اجتماعی ترکیه تاکنون 3 کشته و بیش از 1000 مصدوم در پی داشته و مهمتر از آن، تا روز دوشنبه شاخص بورس ترکیه را با کاهش 10.5% روبرو کرده که در 3 دهه گذشته در این کشور بی‌سابقه است.